ماه رجب یکی از اوقات خاص ساله که پیامبر اکرم اون رو به عنوان ماه استغفار امت من معرفی میکنه. این ماه عزیز با ولادت امام باقر علیه السلام شروع میشه و در اواسط اون میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در اواخرش هم بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه قرار گرفته. توی روز قیامت فرشته ای ندا میده: عین الرجبی، کجایند افرادی که ماه رجب را محترم شمرده و اعمالی از آن را انجام دادند؟ اعمال ماه رجب چیا هستند؟ اول اینکه به روزه گرفتن توی این ماه خیلی سفارش شده، تا جایی که توی روایات 3 روز روزه گرفتنش رو مساوی با واجب شدن بهش دونستن. همچنین طبق حدیثی از امیرالمؤمنین، هر کسی که در ماه رجب صدقه بده، خدا توی بهش پاداشی رو نصیبش میکنه که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به ذهن هیچ انسانی هم خطور نکرده. زیارت امام حسین و امام رضا علیهم السلام و به جا آوردن عمره هم از اعمال دیگه‌ای که تو این ماه بهشون سفارش شده. 13 تا 15 رجب که به ایام البیض معروفه، یکی از زمانهایی که مردم ایران توی مساجد به اعتکاف و راز و نیاز با خدا می‌پردازن. ماه رجب نمازها و دعاهای خاص خودش رو هم داره که میتونید با مراجعه به مفاتیح الجنان اونا رو پیدا کنید. طبق روایات این ماه ماه امیرالمؤمنینه، پس چه خوبه که ثمره اون هم محبتی از امیرالمؤمنین باشه.